این اصل جوانی در بهشته، در جوانی به بهشت لذت داره که ولکن فیا ما تشته انفسکم. 70 تا حور خدا میده، 70 تا حور، پیرم نمیشی هیچ، خلاصه استغندردم نمیشی، کمردردم نمیشی. خلاصی این دنیایی که تمام عیش و نوش و لذت که از رای حرام به دست بیایه همه بالاخره ندامت، پشیمانی، ضعف، بیچارگی، در بدری، خاک به سری. اما به بهشت لذت داره که نفس تو انسان، تو خواهر و برادر، آن چی که اشتها داشته باشه در بهشت هسته، هیچ مشکلات، غم نیه، اندونیه، حال در اینجی حرکت میکنی میری به تفری به یک دامنی که پریشانی که حال دشمن تور نبوره، پریشانه، امنیتی نیه. در بهشت امنیت هست، آزادی هست، نعمتهای فراوان هست، کم نمی آیه، تو پیر نمیشی، دیگه مریض نمیشی، غصه نیه، اندوه نیه. جای چیه بهشت؟ یک کلمه، جای عیش و نوش و استراحت. بله، بهشتی که ایشون آدرسشو میده گشت ارشاد هم درش نیست و بقیه مخلفات. این 4 روزه دنیا رو سفارش ایشون میکنه که دندون رو جگر بگذارید و در بهشت چنین است و چنان که شنیدید. اما یک روحانی دیگه نظر غیر از ایشون داره که اتفاقا مؤمنان و مؤمناتی به روایت روحانی نخست لزومی هم نداره که 4 روزه دنیا رو دندون رو جگر بگذارن. ایشون وعده 70 حوری بهشتی در بهشت میده، روحانی اول. روحانی دوم ببینیم در 4 روزه دنیا چه وعده هایی داره برای مؤمنین و مؤمنات. قانون میگه، قانون میگه، آیه قرآن میگه که آقا از مرد تا 4 تا زن میتونه دائم بره اختیار کنه، هیچ تخلفی هم نیست. صحیح. ولی عقد موقت شما یکی 10 تا 20 تا 100 تا هر چقدر توان مال داشته باشین بتونی اداره کنی، میتونه هماهنگ کنی بیاد اینجا براتون بنویسیم و هیچ مشکل قانونی هم نخواهد بود. نداره. بله، این هم روایت دیگه از این 4 روزه دنیا که ظاهرا هر چقدر پول دارید، امکان مالی دارید، میتونید خب ازدواج موقت، یعنی اگر فردا این آقای بیل گیتس که خدماتی به بشریت کرده، کامپیوتر و بقیه موضوعات و یکی از ثروتمندترین مردمان جهان هست، آمد و نصف این ملت آمریکا رو سیغه کرد، حرجی برش نیست. یا سرمایه‌داران، پولدارانی که در ایران اگر چنین کردن، کسی طبق فتوای ایشون نباید ایراد بگیره. فقط من موندم که تکلیف اون بابای اولی چه خواهد شد که سفارش کرده دندون رو جگر بگذارید، این 4 روزه دنیا رو یه خاک به سرتون بریزید. بران در اون دنیا شنیدید 70 حوری و اینها، این یکی بیش از 100 تا هم وعده میده در همین دنیا، در همین 4 روزه دنیا. بهرحال این هم نکته ای هست که من و شما کاری نمیتونیم انجام بدیم. به خود این دو راوی، این دو روحانی یا این دو طرز تلقی از دین و مذهب هستن که باید جوابگویی همدیگه باشن. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگه.